قربانی هیلگری ها قصه حقیقی زندگی نویسنده فریبا چرخی گرفته شده از کتاب پس از خاموشی شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا در این برنامه داستان قربانی هیلگری ها را خدمتتان تقدیم میکنم قبل از اینکه به اصل داستان بپردازم فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و هم علامه زنگک را نیز فشار بدهید. اگر خواسته باشید داستان را جهت خوانش با من شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با من به تماس شوید. آغاز داستان قربانی هیلگری ها قسمت اول خانواده نقیب پسر 16 سالهشان را با یک دختر 13 ساله به نام گلسوم که از روی هوس نامزد می کنند. پدر گلسوم در گذشته معلم پدر نقیب نام بوده است که در یک قریه دوردست از پایتخت زندگی می کردند. در این انگام انقلاب هفت ثور صورت می گیرد و شرایط به گونه غیر قابل باور تغییر می کند. هر کس مطابق به خواست، ذهنیت و عقایدشان راهشان را انتخاب می کنند. یعنی تعداد به حکومت می پیوندند و تعداد هم در جمع مخالفین حکومت شامل می شوند. و این دو خانواده نیز از این امر مستثنا نمی مانند. خانواده نقیب که در پایتخت زندگی می کردند و پدر خانواده مرد تحصیل یافته و کارمند یکی از اداره های دولتی بود، اما برعکس خانواده گلسوم در اطراف زندگی داشتند و پدر خانواده معلم علوم دینی و عقاید بود و حالا به صفت ملا امام مسجد مصروف کارش بود. ضمناً یک باغچه کوچک نیز داشت. بعد از مدت خانواده نقیب تصمیم می‌گیرد که موضوع نامزدی نقیب و گلسوم را از سر گرفته و باید عروسیشان صورت گیرد. اما وقتی بر خانواده گلسوم احوال روان می‌کنه، موضوع خیلی فرق می‌کرد. و پدر حالا کاملاً از یک جنبه یا جهت متفاوت سخن می گفت و می گفت برای پدر نقیب احوال بدهید که باید مبلغ 10 لک افغانی بابت تویانه و لست طویل از مصارف و خرج عروسی برای تعداد 1000 نفر مهمان را متقبل شود. حالا با تغییر شرایط رژیم حکومتداری، وضعیت زندگی پدر نقیب هم تغییر کرده است. به این معنا که تمام ملک، زمین و جایدادی که از پدر برایش به ارث مانده بود از دسترسش بیرون شده و به کاکازاده هایش که مخالفین دولت بودند تعلق گرفته است و خود با خانواده اش در پایتخت فقط در قید یک معاش دولتی باقی مانده است و برای پرداخت این همه خواست خانواده گلسوم شرایط نامساعد دارد. اما جهت دیگر هم موضوع غیرت و ناموس و رسوم و عنعنات به هیچ قیمت برابری نداشت. خانواده نقیب با دریافت این خبر تکان دهنده که در همین نزدیکی ها همه دار و ندارشان را از دست داده بودند، خیلی ها متأثر شدند. اما نظر به رسوم و عنعنات به هر قیمتی که باشد، این پیوند باید صورت گیرد. این نامزدی 6 سال طول کشیده بود و هر سال 6 مرتبه برای خانواده دختر ایدی براتی نوروزی و تحایف فصلی مثل فصل بهار و زمستان فرستاده می شد که مصارف گزافی را در بر داشت. همان بود که این پیوند خوش آهسته آهسته به عقده ها و رد و بدل کردن گله ها مبدل شد و در نهایت
وقت نقیب برای فراگیری بورس تحصیلی در رشته پلیس به خارج از کشور رفته بود، پدر گلسوم در حالی که به همه خواستهایش رسیده بود و پول تویانه را هم که من حیث آخرین تقاضایش بود دریافت کرده بود، دخترش گلسوم را عروس ساخته و توسط دختر بزرگش که در کابل سکونت داشت به خانه بختش فرستاد. تا اینکه در غیاب به عقد نکاح نامزد مسافرش درآورده شود. این دختر که متاسفانه بی سواد بود و در یکی از قرا در یک خانواده مذهبی بزرگ شده بود و از هنگامی که به اصطلاح دست راست و چپش را شناخته بود با شخصی که صرف در کودکی با هم دیده بودند نامزد شد. اصلا از طرز زندگی در شهر، طریقه لباس پوشیدن و برخورد و معرفت با مردم شهر آگاهی نداشت و از رسم و رسوم نیز چیزی نمی‌دانست. او که تازه 19 سال داشت، در یک خانواده روشنفکر نسبتاً آزاد، طرز فکر و دیدگاه متفاوت با عنوان عروس داماتی که هنوز در سفر است وارد می‌شود. این وضعیت برای گلسوم و خانواده شوهر کار سخت و دشواری بود و عروس حتی از اندکترین خصوصیات و خصایل این خانواده نه تنها آگاهی نداشت، بلکه بلدیت هم نداشت که با کی چگونه برخورد کند. مادر نقیب که یک زن خیلی ها مهربان با احساس و شعور بالا بود، برای گلسوم دلسوزی به خصوص داشت. وقتی متوجه خصایل و کمبودی های عروس شد، تصمیم گرفت تا زمانی که نقیب دوباره از تحصیل برگردد، تا حد ممکن برای گلسوم رمز و راز زندگی را بیاموزاند، تا این دو جوان بتوانند با همدیگر سازش و آمیزش داشته باشند. ضمن این همه سعی و تلاش، گلسوم را شامل کورس سواد آموزی ساخت تا باشد پسرش از این کمبودی خانمش ناراحت نشود و با مشکل بر نخورد. زمان در حال گذر بود. گلسوم آرام آرام با خانواده جدیدش عادت می کرد و چشم انتظار بازگشت شوهر خودش بود و لحظه شماری می کرد و مادر پسر نیز هم مانند مادر، خواهر و یک دوست لحظه به لحظه با عروسش همیار و همکار بود. بالاخره روز آمدن نقیب از سفر فرا رسید و با یک زندگی جدید مواجه می شود و او حالا دیگر یک پسر مجرد نیست. در غیاب بنابر تصمیم خانواده ها متأهل شده است و خانمش نیز در جمع خانواده اش در سالن پذیرایی میدان هوایی منتظرش است. گلسوم قبل از آمدن به سالن پذیرایی به آرایشگاه برده شد. لباس مفشن و زیبای بتنش شد. طرز برخورد خوش آمدید برایش آموختانده شد و دستگل نیز با خودش دارد. او که با این همه تغییر ناآشناست، این تنها شوهرش نیست که با گلسوم آشنایی ندارد. حتی لباسها، بوتهای کوری بلند و حرکاتش و این همه تشریفات با او ناآشناست. میدان هوایی، دیدن نشست و پرواز طیاره ها از نزدیک، همه و همه برایش جدید بودند. از حال و احوال دلش صرف خودش و خدایش آگاه بود و چگونه خود را سر پا نگه داشته بود، این را خودش می داند و آن خدایش. برای هر دو جوان این زندگی و تغییر و تغییراتی که تازه بهش روبرو شدن، آن هم به هدف زندگی کردن و برای همیشه کنار هم دیگر، غیر قابل هضم بود. ناگزیر زن و شوهر شدند، اما با عالمی از تفاوت‌های فکری زندگی را آغاز کردند. حالا این که چگونه میتونند زندگی مشترک را ادامه دهند، خیلی ها قابل تعمق است. گلسوم که مصروف آموختن و پیش بردن زندگی است، با عالمی از مشکلات درگیر است. در ضمن این همه مشکلات،
نظر به خواسته مادر شوهر و نیز علاقمندی خودش مصروف فراگیری کورس سوادآموزی نیز است که یک خانواده پنج نفری جدیداً در همسایگیشان می آیند. این فامیل شامل سه دختر جوان و یک پسر بودند. خانم خانه یعنی خوری گل بعد از یک مدت کوتاه خودش را به خانواده گلسومشان نزدیک می کند و به عنوان همسایه خوب رفت و آمد را با این فامیل شروع می کند. خب شنونده های عزیز، این که بعد از این در این داستان چه خواهد شد را در قسمت دوم این داستان بشنوید، البته در ویدیوی بعد. برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.